بسم الله الرحمن الرحیم. امروز برنامه یا سیستم آنلاین کانواس را به خاطر استادان به زبان دری به معرفی میگیریم که هر بخش علیحدہ علیحدہ تشریح میکنیم. بخش اولیش بخش پروفایل است. در پروفایل میتونن استاد مثلا دیسپلی نیم خود ببینن مشکل داشته باشن. بخش پروفایلش است. پروفایل میتونن اینجا پروفایل ادیت کنن خود استاد که است، مثلا شورت تباره خود اینجا نشته میکنن با مثلین یه چیز میشه شو میشه. دیگه بخش لینکس هست که مثلا اکسترنال لینکس هست کدام بلاگ دارن یا صفحه فیسبوک است، اینجا میتونن تایتل دیسپلی نیم شبته و یورل شبته سیف پروفایل بگیرن. و بخش دومش که است بخش فایلز است که اینجا تمام مواد درسی یا مضامینش میاد اینجا که اپلود کرده باشن. و یک بخش دیگه تا فولدر اینجا است که به نام مای فایلز است. در این مای فایل استاد میتونه تا 52 MB بعض چپترهای مهم یا بعض فایلهای مهم یا بعض اکسارا اینجا استور کنه که او با مسئلین شو نمیشن مگم با مخود استاز قابل دید است. استاز میتونه ببینه. نگه بخش ستنگز است. در ستنگ اینجا استاز چند کار میتونه، ایکو مثلا در پشت نوتفکیشن میتونه شماره تماس خود چیز کنه و یک شماره تماس خود اضافه میکنه و یک مسئل وقتی که اگر اسائنمنت سبمیت میکنه اوتومات شماره استاز نوتفکیشن میه که این مسئل اسائنمنت خود سبمیت کرد. و دوم بخش ادیت ستنگ است که در اینجا چند چیز استاز تغییر میتونه. یکی سیستم دفالت لنگویج است که استاز وقت لاگن میشه بر فعلا خود مثلا زبان انگلیسی است، این اگه استاز به فارسی یا کدام زبان دیگه چینج کنه وقت استاز لاگن میشه اوتومات زبان کل پورتال به فارسی تبدیل میشه. اگر تایم زون است که تقریبا تمام استازهای مدامی کابل یا افغانستان زندگی میکنه او رو میتونه اگر کدام جای دیگه زندگی میکنه او رو چینج کنه. و بخش سوم که است چینج پاسورد است. چینج پاسورد یکی اول پاسورد مطلب کرنت پاسورد رو تو نمیخواید. و در دو بخش دیگه دروی دیگه که است در اینجا باز شما میتونید پاسورد جدید خود وارد کنن و اپدیت ستنگ ببین پاسوردتون چی میشه. برای بخش پروفایل برای استازا اما قدر کافی نمیشه. دیگه در بخش داشبورد است. داشبورد که از هوم پیج هم استاد میباشه که در اینجا مثلا ما میبینیم که از بخش حقوق است تقسیم اوقات تمام سمستر مترمه مثل مفلوت کرده اطلاعه هاست تمامش در داشبورد در تاپ با میاد. پایین از او که به اینجا کورس های ام استاز که در سمستر در کدام سنفا کدام سمستر ها درز داره تمامش اینجا میاد برش. مثلا به طور مثال کورس ها را از اینجا مکسس میتونیم و از اینجا از کورس ها مکسس میتونیم باسم. مثلا ترین طریقهشون کورس ها هستن. مثلا به طور مثال میم استاز میخواید که بعض مواد درسی اسائنمنت و چیزها رو اپلود کنه. اینجا چندین بخش داره که هوم است، انانسمنت است، اسائنمنت است، دسکشن است. دونه دونه رو تو با تشریح میگیرم که استاز رو خوبتر بفهمن. بخش هوم که است مثلا فعلا اینجا سلیبس صفحه هوم پیج از این کورس است. این هوم پیج استاز ها میتونن که مثلا چینج هم کنن. از اینجا چوز هوم پیج میگه مثلا چی کورس مودیولز برای مسئلین که وقت در کورس داخل میشن و به پیج اسائنمنت به یا سلیبس به این شکل هر کدام شسته بگوید نمو چیز صفحه هوم پیج میشن. اگر بخش انانسمنت است یک استاد است مثلا کویز میگیره میگه که دینی تاریخ بر مسئلین میگه دینی تاریخ آمده باشن که ما کویز میگیرم یا اگزام تان است یا به هر شکل دیگه که میخواین یک موضوع رو به مسئلین برسونم. و انانسمنت چی رقم جور میکنم اینجا میم در پلاس سانکست انانسمنت یک تایتل برش میتیم مثلا تست تایتل دادم برش در اینجا برش دیتیل و دسکرپشنش نشته میکنم سیست مثلا نیکست دی
سایسته. یو مثلا نیکس دی سمستر بریک سایسته. را انانسمنت کردم. یه با کی پوست کنه؟ با اینجا آل سکشنز پوست میکنه یا آل سکشنز پوست میکنه در مر سکشن که چیز داره مثلا این رول میباش رو می سکشن انتخاب میکنه اگر کدام فایل رو میخوایم راش اتاچ کنه رو میتونه اون یو چوز فایل میگه میره از کمتر اون فایل سلکت میکنه و هم راش اتاچ میشه با دوزوی پوست میشنه سیف بوده به تمام مسئلین همی تحلیل کد و جزا که هستن که نبول هستن مسئلین ازی در هم پیج از یو ممشکل که پیشتر تقسیم خورت چیزای امتحان بود در اونو شکل بر فرانمه بر تمام مسئلین یعنی روز یعنی اصاب مثلا سمستر برک هستن لگه بخش اساینمنت هستن اساینمنت کارهای سنفی بر مسئلین که داده میشن استاد از طریق از روی چیز میکنه و این نیو اساینمنت ها جور میکنه اساینمنت نیم مثلا تست اساینمنت دسکرپشن اساینمنت ها برش میتن که مثلا نیو اساینمنت ها نقه سکور داره نقه مارک داره یعنی این سوالش مثلا سوال پنجم ششم مارکش زیادتر است به اون شکل تمام بر مسئلین را تشریح میکنه بعد از او حساب از او چی باشه پوینتز باشه سایسته اساینمنت در بخش اساینمنت بره با چی شکل گریدینگ شوه گریده با چی شکل دسپلی کنه مثلا اگه با شکل پرسنتیج دسپلی کنه ده سوال است هر اساینمنت با چیز خود تقسیم صد میشه باز پس چیز فیصدی از او نشان میده اگه پوینتز باشه او حساب باز نمره چیز میشه که به هر مسئله مثلا به هر سوال شما اینجا نمره تعیین میکنیم که این سوال به نقل چیز داره کار در بخش بعدی باز ما به شما نشان میتونم دیگه سبمیشن تایپش چی باشه مثلا مسئله میتونه تکس باکس برش به دو انتری کنه یا کدام وبسایت یورل خاص داره که برن اونجا سبمیت کنن ویدیو ریکارد کنن و یا هم میتونن که فایل اپلود کنن از این هر چهار تاش میتونن هر چهار رو سلکت کنن یا یک شه سلکت کنن تنها اینمی بخش میتونن تنها مثلا فایل اپلود میتونن تکست انتری دیگه چیزا رو دسته بر میمونن و نول ده اینجا استاز هست که مثلا نگه تنها فایل های پی دی اف باشه سایست مثلا پی دی اف تایپ میکنن دیگه فایل چی دی او سی اکس باشه داکومنت ورد فایل باشه دیگه مثلا XLS باشه Excel باشه فایل صرف یک کاما میتر بس خلاص چیز میشه اوتوماتیک فایل تایپ خودش میگه و غیر از این فایل تایپ مثلا مسئله است که او رو در پاورپوینت اپلود میکنه سیستم برش اجازه نمیده که مگه این فایل ها پی دی اف و داکومنت اینیا رو علاوه است دیگه چیز علاوه نیستن گروپ اساینمنت و چیزایش هم ضرور نیستن دیگه بخش اساین است اساین مثل امو که در نانسمنت سابق گفتیم دیگه هم به مو شکل است مثلا بعض سنفاز چندین سکشن داره سایست از ایک هست تحلیل کود جزا در سبجکت کود جزا که هرچی خود مثلا رول باشد تنها به مو مسئله میرن اگر استاز میخواه مثلا که تنها به یک مسئله مشخص که اساینمنت بته مثلا مسئله نظری است تنها بر از این میچیز کنه این تنها به اصدالله نظری یا اساینمنت میره که باید این سبمت کنه و دیگه مسئله نمیره تا چی وقت باید این اساینمنت مکمل شده مثلا میگم تاریخ 19 تاریخ 19 شده از چی وقت به مسئله نویلبل باشه میگم سر از فردا تاریخ 18 چیز شده 19 کلوزن دیت شده باشه تا به 19 خیشون و این شکل اساینمنت چیز شد این حال چی میکنیم؟ سیو میکنیم این اساینمنت ما سیف شد ستنگ بخش ستنگش بود حالا میم بخش ستنگش شد مکمل تمام چیز سیف شد مسئله گفته شد که با چی کنی چی نکنی یا اساینمنت با کدام طریقه بر ما سیو میکنیم بخش دیگه که هست بخش دسکشن هست که سوال جواب بین مسئلین می باشه مثلا
دیگه بخش دسکشن است که اینجا میتونن استاز یک دسکشن کرید کنن که سوال و جواب بین مسئلین امو کورس میباشن که او را به این شکل دور میکنه. مثلا یک موضوع مشکل دارن مسئلین یا استاز یک تاپیک برشان میتونه میگیره دسکس کنن. مثلا هر موضوعی که میباشه با خود استاز خوبتر معلوم میباشن، یک تایتل برش میتن، دیتیل برش میتن. مثلا چرا به طور مثال یک موضوع میباشه که یک سوال میباشه که این چیز چرا تو میشن. باز بعد از اون مسئلین است که به تمام مسئلین میره و اونا میتونن یه را دسکس کنن. هر کس نظر خود بوده از لاین فیسبوک بار لایک میشه، کامنت میشه، اون شکل از کامنت های یکی دیگر هم تمام مسئلین دیده میتونن. تایتل میتونم با مشکل در پایین دسکرپشن باش میتونم ویدیو ریفرنس لینک و چیز داره از بیرون اد میکنیم. مثلا یعنی ویدیو رو ببینیم باز در بارزی دسکشن کنیم پس با کدام سکشن ها یه چیز شوه باز شوه. بازم با مشکل مثلا تنها تحلیل کد جزا کدام فایل هم امروش میخواین اپلود کنن اتش کنن میشن ریپلایز بتونن به یکی دیگه سایست هم پیش از او که مسئلین کامنتار دیده بودانه آپشن دو میکرد. پیش از او که مسئلین کامنتار دیده بودان اول باید کامنت بوده که بعد از او کامنتار بر از او شو شوند. دو آپشنش ضرور نیست. مثلا لایک هم بودانه و در ستودنت تو دو هم اضافه شوند. سایستم ستودنت تو دو در چیست مثل که وقت لاغین میشه در بخش کلندر است اینمی بخش دسکشن که میگه که میگیم دسکشن داری باید در ایسه هم بگیریم تاریخ برش مشخص میکنیم سایستم که در کدام تاریخ بر مسئله دام کلندرش اضافه شود. و پایینش که است از چی وقت تا به چی وقت بر مسئله نویلوال باشن دسکشن دو روز وقت میتن یک هفته وقت میتن و تلاق به خود استاز دارن. دیگه بخش گریدز است بخش گریدز است. مثلا برای مسئلین اساینمنت و چیزا شما سبمیت کردین در اینجا باز میتونن که مثلا ببینین که کدام مسئله چطور نمره گرفته از کدام اساینمنت. اگر چندین اساینمنت باشه اینجا چندین اساینمنت میشه کرد. مثلا ما یک دونه تست اساینمنت رو جور کردیم فتا فیلن پبلش نیست از خاطر اگر مسئلین سهم بگیرن اساینمنت رو سبمیت کنن در اینجا مارکس و فیصدی مسئلین میه برشان. اوتکامز هم قای چیز نیستن. دیگه بخش کویز هستن. کویز امو امتحان سنفی میگن امو را مثلا استاز میگن امتحان سنفی میگن از مسئله کویز که هست دو بخش داره. یک بخش دیتیلزش هست یک بخش کویز شنز هست. بخش دیتیلز که هست مثلا کویز برشنام میتونی تست کویز در اینجا برش دسکرپشن میتونیم که اینه کوید است اینه که مارکس داره با مشکل رهنمایی تمام اینجا نشته میشن. دیگه چی است؟ گریدد کوید است که مثلا وقت مسئول سبمیت میکنم و باید در نمراتش اضافه شد. و پرکتس کوید است که تنها راستر بر پرکتس است که کوید اصلی مسئلی نماده باشن. دیگه برش اساینمنت گروپ انسرز است انسرها را شفل کنه یا نکنه. مثلا شما ده سوال دارین برای هر مسئله کم همزمان اگر دو مسئله همزمان لاغین میشن شفل انسر خوبیش است که با یک مسئله مثلا سوال هشتم در اول میاره و مسئله دوم که است سوال سوم در اول میاره. با تمام مسئله نصاب سیم چیز نمیه کنم سوال اول شروع کنه تا با سوال دوم. تایم لیمیت است مثلا ده سوال دارین میگین که دهی ده پنج دقیقه حل میشن پنج دقیقه وقت برشان میتونیم بعد از او اگر از او وقت دیرون میشن اونجا در ریدنگ یا نشان میتونیم که نقه دقیقه مثلا لیت یا چیز شده. ملتیپل اتمز بتونه مثلا یک دفعه مسئله یک سوال انتخاب میکنه غلط انتخاب میکنه باز بک میره باز میره پس اون جواب درست آخر پیدا میکنه. یک دیسیبل باشه خوب تر است. کویز رسپانس چی وقت مسئلین دیده میتونه سایسته برای از این که میگه کوریکت انسرها را چی وقت بر مسئله نشون
حالا اینجا مثلا میتونم مثلا کچو وقت انصارای درست دیده باتون آسایستم مثلا تاریخ 18 کوز سبمت کردن تاریخ 19 میتونن انصار چیزا رو ببینن انصارای درست ببینن و هاید کرکت انصار مثلا میتونن کتاب تاریخ 19 هاید باشه بعد از باز و زبارش آسایستم شو وان کوشن ات تایم یک سوال تمام سوال ها باید نبی از یک سوال تا دوام سوال اول به مثلا امر سوال که از تو برک انتخاب کرد باز نکست بگین باز بعد از او سوال دوم و سوم و چهارم بامو شکل چیز میان بازم بامو شکل است اساین با کی اساین بکن اصلا چند سکسیان دارین لیت مورنینگ ایلی مورنینگ ویچوید مثلا تنو میگن با لیت مورنینگ شو لیت مورنینگ باشه از تا چی وقتی رو باید مکمل کنه و از چی وقت تا به چی وقت برای مسلین ای اویلیبل باشه بعد از او سیو میگن یا سیو ان پابلش میگن دیگه بخش دوم بخش کوشنز است که در این میتونه شما سوال ها را اضافه کنن مثلا ما میریم نیو کوشن میگیم درسته؟ نیو کوشن میگیم سوال اینجا مطرح میکنیم که مثلا who's the resident of Afghanistan این شکل یک سوال شد کرکت انسر شد در گرین تایپ میکنیم درسته؟ بعد از او سوال هایی که مثلا غلط است به اینجا در رد تایپ میکنیم این شکل میتونیم که مثلا شما یک سوال جور کنیم و پوینتس هم میتونیم از اینجا چیز کنیم چقدر نمره داره سوال مثلا ده سوال از ده نمره داره به یک یک بانیم ده نمره بشه بعد از او پوینت اینجا اپدیت کوشن میگیم اپدیت کوشن گفتن هوز در پریزیدنت آف افغانستان سایسا به این شکل با مسئلین میه باز چه جوابه های چیز میکنه که ای بی سی دی یا کلامش دیگه مثلا ما دیگه نیو کوشن میگیریم از اینجا میتونیم که کوشن مثلا Q1, Q2, Q3 سوال اول دوم سوم با مشکل چی هسته ملتیپل چویز بود اولیش دیگه ایش ترو اور فالس هست صحیح و غلط با مشکل مثلا با سوال هم مطرح میکنیم جواب درستش چی هست و جواب غلطش چی هست و مشکل سیب میکنیم دیگه بخش فلند بلانکس هست مثلا خانه خالی چیز میکنیم ترو پاسبل انسر هست که خانه خالی شو باز اینجا چیز میکنیم کمور انتخاب میکنیم مثلا یا نمیکنیم میبینیم اینجا زیاد بخش ها داره مثلا ملتیپل انسر هست مچنگ هست نیومیریکل انسر هست فارمولا کوشن هست فایل اپلود هست مثلا تنو تکست باشه خطر نالج مسلین این شکل چیز جور میکنن کلش سیو میشن و مسلین باز اسایمنت وقت فریو بگه مثلا به این شکل who's the president of Afghanistan باز ABC هر کدام شکل انتخاب کرد به این شکل بخاطر یک سوال سبمیت کویز میاد یک چندین سوال باشه باز اینجا میگه که next question به این شکل اینجا تعداد سوال هاست چند سوال می باشن اینجا تایم باشون این دفعه پیشتر وقت داریم کاندان شروع است طرف به این سوال میکنن این بخش کویز هست دیگه بخش مودیولز هست در مودیولز میتونن مثلا مواد درسی چیزا را که ما اپلود کنیم یک مودیول دور میکنیم او تعلق با استاد داره که مثلا پارت تقسیم میکنه یا ویک تقسیم میکنه مثلا ما میگیم که هفته اول مودیول رو دور میکنیم باز بعد از او هفته اول مودیول آمد باز بعد از او در اینجا استاز ها میتونن از این پلاس ساین میتونن که با مسئلین گوز هم اساین کنن از اینجا میتونن از اینجا میتونن یا فایل های چیز کنن اساینمنت و کوست از سابق تایر جور کردن صرف اینجا میتونن که اضافه کنن در مودیول که بر مسئلین در لست اضافه شده بیا مثلا اساینمنت هست تست اساینمنت هست سابق دارن ایره اد میکنن
و از اینجا ما مثلا اسائنمنت این تست اسائنمنت رو جور کردیم ایراد کنیم آمد برش دیگه مثلا دارم که کویز است سابق تر جور کردیم او رو میخواییم اد کنیم کویز هم آمد سایز دیگه مشکل فعلا میخواییم مثلا که مواد درسی رو با مثلا اضافه کنیم از کمپیوتر خود یک فایل اپلود کنیم که این چپتر هست یا هر چیزی که هست مثلا این چپتر وان است چپتر وان هم فایل پی دی اف سلکت شده اما چپتر وان ایره چی میکنم اد آیتم میگم دو وقت اد آیتم میگم یا کم وقت میگره تا این فایل اپلود شد و به اینجا با مثلا مود دو وقت مثلا سر ازی کلک میکنم تو مود اینجا پریویو میشه مثلا فایل چی هستم و از اینجا مثلا که وقت کلک میکنه میتونه دانلود کنه و از او آفلاین کپی استفاده کنه به این شکل است دیگه در بخش مودیولز مثلا میتونم که یک پیج امزارت کنم یا یک صفحه نو جور کنم سایسته مثلا تست پیج چشید صفحه جور شد نول دهی تست پیج که بریم باز ده اینجا میتونم مثلا که دیتیل و یا کدام رفرنس لینک و یک چیز برش اضافه کنیم پیج مثلا جور کنیم ده اینجا یک پاراگراف رو برش کنم پیست نکنم و راستم به شکل یک چیز که وقتی دمو پیج میرم برای مثلا نمو تو شما باشم مثلا ما سیو بکنم سیو شد این شکل ما حالا در مدیولز که وقتی مثلا سرازی کلک میکنم مثلا کلک میکنم مثلا اینجا کلک کرد آمد مثلا تمام معلومات یا کنه بشن او آمد خوی پیج بود برای مثلا این کریت شد بازم در بخش مدیولز میم از اینجا دسکشن هم کریت میتونیم مثل سابق کنجا جور کردیم کدام اکسترنال یو آر ال لینک باشه او را میتونیم که مثلا به اینی صفحه برین اینی لینک یه چیز است یوتیوب است پیج نیم است بیره لود کنیم اینجا اوتومات لود میشه لینک است سر از این مثلا کلک میکنه راست هم مثلا اینجا اون ویدیو یا بر شو میشه و میتونه که اکسترنال هم یه چیز کنه ویو کنه برای مار ویدیو یا چیز که هستن دیگه بخش مودیولز چیز خاص نداره یک این بخش هست که باید پابلش شده یک کلک میکنیم این تمام مواد درسی بیا که هست این پابلش باید باشه و به شکل سابقهش باشه مثلا مسلین باز دیده نمیتونه دیگه بخش کانفرانس کلابریشن یا چیز نیستم فعلا فعال چیز نمیشه که استفاده کنم بخش ستنگز کورس هست اینجا میتونم به کورس خود یک ایمیج انتخاب کنم یک دیسپلی نیم انتخاب کنم که مثلا به این شکل که مثلا این وقت میره در کورس تصویر در بگراندش خیره نگوشن به این شکل هست مثلا اینجا ما با اکس اپلود کنیم در پریوی کورس آمد مثلا تحلیل کود جزا سر کدام اکس مناسب تر دیده باشن میتونم رو انتخاب کنم و با این زیادتر چیزاش دفالت می باشه مثلا کورس چی وقت ستارت میشه چی وقت تن میشه فیسا دیگه لنگویج چیز ازی چی هست کورس دفالت هست 500 MB به خاطر اپلود فایل چیزا ساز اجازه داره که اپلود کنه دیگه چیزایش به دفال باشه خوب تر است یعنی دسکرپشن است در بار اشکر به چیز باشه چیز معلومات دسکرپشن یا باشون باشه اگه بخش سکشن است مثلا که تایم های ایلی مورنینگ لیت مورنینگ ایفنینگ به شکل اگه باشه هر کدام جدا جدا می سکشن مثلا دی 15 نفر مسئله است در این سکشن مسئله نشته ما میشیم جلست میشه بوستاز این فلانی فلانی چیز است اینجا میخواین اگر کدام مسئله هم از انرولمنت بکشن کراس کلیک میکنن مسئله از امسکشن از ام سبجکت از انرولمنت بگره دیگه بخش نویگیشن است که مثلا بعض پیجا را نمیخوان شما که مسئله این ببینه مثلا باجه
بعد از مثلا پایین رو آوردیم، کانفرانس هم میرم پایین، آوتکام زم با مسئل کار نیستن پیپل زم. اگر میخواین که مثلا مسئلی بده همسی فیا خود دیده نکنه، ایرون پایین میرم نموشکل ریچل میکنه میره سیل بکنم. صرف که گفتم فعلا اینجا هم چیزایی را که ماری موف کردم او خیره میاد، خیره بایی مطلب که با مسئلی را دیده نمیتونه. دیگه بخش اپس هست که رو سیستم ادمین انستال میکنه بای دفالت، اصلا ضرورت نیست که انستال کنه. او فیچر هم هسته که اوتومات ده سیبل و اینبل هر کنمش که با خوبه یه چیز هسته او میباشه. بس خلاص نمیخوام بود. دیگه بخش کلندرس هست، بخش کلندر سگه بین هر استاز مثلا از هر مضمون رنگ کلندر که نشان میتر او جدا رنگ میباشه. مثلا کلندر شخصی تان خود نام استاز که هسته، کلندر شخصیش باشه و بینی شکل بینی رنگ میاد از هر مضمونش به جدا میاد. مثلا این هسته یا از تحلیل کود جزاست اسایمنت هسته سایسته تاریخ و نزده بازی چیشون و می شکل با مسئلین هم تاریخ 19 در کلندرش به می شکل بینه. و هر جای دیگه که کلیک کنن میتونن که اینجا ایونت کرید کنن در هر تاریخ خود خواسته باشن. چون تاریخ 21 چی هست؟ ایونت هست، ایونت تست هست، سایست هست؟ تو ما تاریخ چیز از کدام تا کدام ساعت چیز هست؟ لوکیشنش کجاست؟ در کدام کلندر اضافه شون؟ کلندر نقبل و احساس که هست مثلا هزار استاز هم اینجا نام خودش میه بود کلندر شخصی تان اضافه میشه. و تحلیل کود و جزا و یا کدام مضمون داده چیز کنین باز به تمام مسئلین میرسه. ایستن اسایمنت هست مثلا که نیه اسایمنت هست، پبلش هم تو دو لست هست باید دینی کارا را باید بکنه پیش از چیز. اپاینت و گروپ چند مسئلین ده گروپ مندازه و را اپاینت بکنه کار یا ایونت و هر چیز که باشه. دیگه بخش این باکس هست که برای استازا مثلا یک مسئل تکس میکنه که میگه که این یک چیز ما مشکل دارم یا ایده نمیتونم یا ایده نمیتونم. اون شکل بخش این باکس هست که یک چطور هست به خود بر استاز بین استاز و مسئل. دیگه بخش کامنز هست از کامنز هر چیزی که باشه رو اول اتراز میکنیم برای بار اول که استفاده میکنیم. بعد از اینجا بخاطر منجمنت و بزنس و کمترسنس و چیز ها زیاد سلاید هاست و مواد درس هست که کورو استاز میتونن در کورس خود دود کنن، در کورس خود دود کنن مثلا سلاید هاست و چیز ها بخاطر ایدیه خود بخاطر نالج خود از این چیز ها میتونن استفاده کنن. مثلا تر با فیوز کانواس هستن که به میل هم اینجا من کنم تون باسم با میل کانواس گاید هسته که اینجا میتونم بگردم یک چیز کنم و فیچر و ایدیا را کدام ایدیا یا نظر دارد اینجا میتونم باسم در کانواس سمیت سرکشر که هسته برای ما سبت کنم و دا بازی بیل میکنم. این بخش کامنس هم آرلود کرد مثلا این بخش انگلیش از کمپوزیشن یعنی فرض چیز که در سایز سایزش از 210 اینگی دی مثلا میشه مواد درسی انگلیش و چیزا را تمام میشه انداخته باشه اینجا میتونن تیل کنین کامنت هم داده میتونن برش و امپورت اگه بگوین در کدام کورس مثلا امپورت میکنین سایز در مار کورس تو مارکتی کنیز در بود انتخاب کنین اگه امپورت بگوین یک چند دقیقه یک دو دقیقه را برو میگیره با درسیم تمام مواد درسی انمی وکالت و دفاع اوتومات بفتن اضافه میشه. به اینی بود کانواس امید که یک کم کمک شده استفاده تان وقت خود.